تاریکخانه تاریخ. درود بر شنوندگان عزیز، من محمد ناظمی با همیاری مشتبه شهرآبادی و عارف خواجه نژاد از استودیو شنوتو با تاریکخانه تاریخ همراه شما هستیم. در تاریکخانه تاریخ عکس‌هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می‌کنیم و برای شما شرح می‌دهیم. فروغی، ناصحی که همچنان گوش شنوا می جوید. شما شنوندگان، من یقین دارم که بسیار شنیده اید که از تمدن و توحش و ملل متمدن و وحشی سخن می گویند. آیا درست فکر کرده اید که ملت متمدن کدام است و ملت وحشی چیست؟ گمانم این است که بعضی از شما خواهند گفت ملت متمدن آن است که راه آهن و کارخانه و لشکر و سپاه و تانک و هواپیما و از این قبیل چیزها دارد و ملت وحشی آن است که این چیزها را ندارد. و یا خواهند گفت ملت متمدن آن است که شهرهایش چنین و چنان باشد، خیابانهایش وسیع و آسفالته و خانه‌هایش چند اشکوبه باشد و قص الهازا. البته ملت متمدن این چیزها را دارند، اما من به شما میگویم که این چیزها فروع تمدنند، اصل تمدن نیستند. اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت داشتن ملت این است که قانون را محترم بدارد و رعایت کند. اگر این اصل محفوظ باشد، آن فروع خود به خود حاصل می شود. صحبت‌هایی رو که شنیدیم سخنان محمد علی فروغی بود که مهر ماه 1320 در زمان نخست وزیریش از رادیوی تهران بیان کرد و به مردم تهران که شهرشون توسط متفقین اشغال شده بود اما خودشون از استبداد رضا شاه رها شده بودند توصیه می‌کرد که قانون رو رعایت کنند. توی این سخنرانی فروغی به زبان ساده تلاش می‌کنه که مشکل ایران رو برای ایرانیا توضیح بده، کما اینکه به همراه روشنفکرهای دیگه ایرانی از روزی که ایرانی‌ها به شکل‌های مختلف با جهان مدرن آشنا شده بودند تلاش می‌کرد که راه حلی برای مشکل تقابل سنت و مدرنیته پیدا کنه. توی این سخنرانی رادیویی فروغی برای شهروندهای تهرانی که شنونده حرفاش بودند انواع حکومتداری رو شرح میده. قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خواص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی میگویند که اروپاییان دموکراسی مینامند. و هر یک از این سه قسم هم اشکال مختلفی دارد که چون مقصود من این نیست که به شما علم حقوق درس بدهم داخل این مبحث نمیشوم. شما ملت ایران به موجب قانون اساسی که تقریباً 35 سال پیش مقرر شده است دارای حکومت ملی پادشاهی هستید، اما اگر درست توجه کنید تصدیق خواهید کرد که در مدت این 35 سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقیقی یعنی مجری و محترم بودن قانون برخوردار بوده باشید و چندین مرتبه حکومت ملی یعنی اساس مشروطیت شما مختل شده است. آیا فکر کرده اید که علت آن چیست؟ من برای شما توضیح می دهم. در ادامه این سخنرانی فروغی که انگار برای دانشجویانش داره صحبت می کنه مردم ایران رو خطاب می کنه و شرایط حکومت ملی رو این چنین براشون شرح می ده.
فراموش نکنید که معنای حکومت ملی این است که اختیار امور کشور با ملت باشد. بعد از این جمله است که فروغی وظایف ملت، نمایندگان پارلمان، هیئت وزیران و روزنامه‌نگاران یعنی نمایندگان افکار عمومی رو تشریح می‌کنه و همچنین وظیفه پادشاه رو حفاظت از قانون اساسی و نظارت بر اعمال دولت می‌دونه. فروغی مطمئنه یکی از شنونده‌های سخنرانیش از رادیو تهران محمد رضا پهلوی شاه تازه سوگند خورده است. پس بدون پرده پوشی شاه رو نصیحت میکنه که شرافت داشته باشه. پادشاه باید گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبیق کند. چنان که یکی از حکمای اروپا گفته است، اگر بنیاد حکومت استبدادی بر ترس و بیمه است، بنیاد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصاً اگر متصدیان امور عامه شرافت را در اعمال نسب العین خیش نسازند، کار حکومت ملی پیشرفت نمی‌کند. زکاالملک فروغی یک سال و خورده‌ای بعد از این سخنرانی در 65 سالگی فوت می‌کنه. مرگ فروغی پایان زندگی پرکار روشنفکری بود که همه عمرش رو برای معرفی تجدد به ایرانیان گذاشت و تلاش کرد فرهنگ ایرانی رو با عقلانیت مدرن آمیخته کنه. نصیحت هایی در روز تاجگذاری. خطابه تاجگذاری رضا شاه در 4 اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی رو فروغی ایراد میکنه. فروغی توی این خطابه تلاش میکنه تا به شیوه وزرای سیاستمداری مثل خواجه نظام الملک رضا شاه رو نصیحت کنه. برای همینه که تو خطابهش به شاه پند میده که هوای نفس رو کنار بذاره و خودمحور نباشه. به شاه میگه که تمام فکرش رو برای خدمت به مردم و آباد کردن کشور بذاره. فکر و عملش رو طوری هماهنگ کنه که وضعیت مردم بهبود پیدا کنه و برای مردم سرمشق درستی باشه تا مردم با دنبال کردن مسیرش زندگی خوبی داشته باشند. در انتها هم فروغی انگشت اشارش رو به سمت فساد در کشور میگیره و اعلام میکنه فساد تاریخچه‌ای دراز و تاریک در تاریخ این سرزمین داشته و داره. فروغی که زبانی شیوا برای انتقال مفاهیم حرفاش داشته، خطاب به شاه و حاضران میگه ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تأیید هوای نفسانی و استرزای جنبه ضعف بشری سلطان و تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد. راه درست و یگان راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن نیت و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است. خادم محترم و عزیز و خائن خار و خفیف خواهد بود. ملت ایران می داند که آن ضمیر منیرانی از خیال رعیت آسوده نیست و دائما در فکر بهبود احوال آنان است. و اگر هر آینه به واسطه موانع طبیعی یا فقدان وسایل و اسباب در انجام منظور همایونی راجع به اصلاح امور مملکتی اندک تأخیر و تأنی حاصل شود، خاطر مقدس مکدر و قلب مبارک متعلم می گردد. ملت ایران می‌بیند که امروز به فیض وجود شاهنشاهی فایق شده که رفتار و گفتارش برای هر فردی از افراد و هر جمعیتی از جماعات باید سرمشق واقع شود و اگر طریق الناس علی دین ملوک بپیماید همانا به سرمنزل سعادت و شرافت خواهد رسید. تاریخ به ما نشون داد که رضا شاه آرزوی تجددخواهانی مثل فروغی برای ایجاد دولت مقتدر مرکزی، ارتش مدرن، دانشگاه، نظام حقوقی جدید،
آموزش همگانی، راهسازی و شکل‌دهی دولت ملت رو با کمک خود اونها محقق کرد. ولی به قواعد حکومت پارلمانی هیچ توجهی نکرد و تبدیل به دیکتاتوری تمام عیار شد. رضا شاه معمارهای حکومت خودش رو یکی یکی کشت یا خونه نشین کرد. این وسط سهم فروغی، مؤسس دانشگاه تهران که در حکومت پهلوی اول دو دوره نخست وزیر و همچنین سفیر و وزیر بوده، لقب زن ریشدار میشه و 6 سال خانه نشینی رو تجربه میکنه. سرنوشت فروغی البته به دردناکی اون چیزی که بر تیمورتاش، نصرت دوره فیروز و سردار اسعد رفت نبود. فروغی و شهریور 1320. در شهریور 1320 که متفقین از شمال جنوب وارد ایران میشن، رضا شاه دوباره دست یاری به سمت فروغی دراز میکنه و فروغی رو به نخست وزیری انتخاب میکنه. خیلی ها فروغی رو متهم میکنن که در اون لحظات حساس کمک رسوندن به یه دیکتاتور رو قبول کرده و قصد داره تاج و تخت پهلوی رو حفظ کنه. شاید قسمتی از این اتهام درست بود، ولی همه حقیقت این نبود. فیلسوف سیاستمدار وقتی مسئولیت دولت رو قبول کرد که تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده بود. روسا همونطور که بعدها نشون دادن به قسمت‌های حاصلخیز خاک ایران چشم طمع داشتند و اون قسمت‌ها رو اشغال کردند. فروغی شاید سلطنت پهلوی رو حفظ کرد، اما از طرف دیگه شاه رو متقاعد کرد استعفا بده و از سمت دیگه متفقین رو متقاعد کرد که شاه مستعفی باید کشور رو ترک کنه تا امرای ارتش از شاه جدید اطاعت کنند. دولت فروغی زندانیان سیاسی رو آزاد کرد و از خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی دوران رضا شاه دلجویی کرد. فروغی رضا شاه رو ترغیب کرد تا املاک وسیعی رو که غصب کرده به شاه جوان بده و بعدش محمد رضا شاه رو ترغیب کرد تا این اموال رو به دولت ببخشه. فروغی مطبوعات رو آزاد کرد و با اشغالگران ایران پیمان مودت و دوستی امضا کرد تا استقلال ایران تضمین بشه. بر اساس این پیمان مودت سه جانبه، دولت‌های اشغالگر موظف شدند 6 ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم قوای خودشون را از خاک ایران خارج کنند و استقلال و تمامیت ارضی کشور رو به رسمیت بشناسند. فروغی سیاستمداری واقع‌گرا و ملی‌گرا بود. فروغی به اختیار خودش برای روی کار اومدن رضا شاه مشارکت کرد، چون که این اتفاق رو ضامن ثبات و حفظ تمامیت ارضی ایران می‌دونست. همین دلایلم باعث شد که در شهریور 1320 برای حفظ سلطنت پهلوی تلاش کنه. الان که بیشتر از 70 سال از اون دوران می‌گذره، هنوز هم صدای نصیحت‌های فروغی از رادیو تهران که فرد فرد ملت رو به مسئولیت پذیری، قانونگرایی و ایران دوستی ترغیب می‌کنه، گوش شنوا می‌طلبه. پادکست بر اساس متن فروغی نظام الملکی در عصر جدید نوشته آقای علی افتخاری روزبهانی منتشر شده در سایت تاریخ ایرانی ساخته شده. ای
Oh, yeah, the ball, okay.